سلام، من حسام هستم. امروز دوربین عظما اکشن رو با هم آنباکس میکنیم. جواب دندون شکنی که دی جی آی به یک تازی های گوپرو در زمینه دوربین های ورزشی داده. همراه من باشید. عظما اکشن اولین دوربین شرکت دیجی‌آی در زمینه اکشن کامراها محسوب میشه. این شرکت قبلتر پهپاد تولید میکرد، لرزشگیر تولید میکرد، یا حتی عظمو پاکت رو داشتیم که یه دوربین بود که روی گیمبال سوار شده بود. خیلی نمیشد جای مختلف نصبش کرد، به اون معنا اکشن نبود. اما با این دوربین، یعنی عظمو اکشن، دیجی‌آی بازار دوربین‌های ورزشی رو هدف گرفته، مخصوصا گوپرو رو، و خب یه ورود موفق محسوب میشه. در ادامه این دوربینا رو من خیلی خلاصه با هم مقایسه هم میکنم. کلا چیزی که از دوربین‌های اکشن کامرا انتظار داریم اینی که کوچیک باشن، وزن کمی داشته باشن، جای مختلف بهشون رو نصب کرد و البته قابلیت‌های اتوماتیک پیشرفته‌ای در اونها تعبیه شده باشه. مثلا اگر نور تغییر میکنه بتونن اون رو مدیریت بکنن یا وایت بالانس دقیقی رو بهمون بدن. یه نکته خیلی مهمی هم که راجع به دوربین‌های ورزشی وجود داره اینه که لرزشگیر اونها لرزشگیری باشه که توی موقعیت‌ها و لوکیشن‌های مختلف بتونه عملکرد خوبی رو داشته باشه، چون این دوربین‌ها طراحی شدن برای اینکه توی حرکت ازشون استفاده بشه، بنابراین لرزشگیری که در اونها تعبیه میشه نقش کلیدی رو داره. من این دوربین رو به قیمت 6 میلیون 500 هزار تومان به تاریخ امروز، یعنی 3 شهریور 99 از سایت دیجیکالا خرید کردم. دو رنگ مشکی و خاکستری موجوده، من رنگ خاکستریش رو انتخاب کردم. با هزینه بیشتر، یعنی حدود 8 میلیون تومان، میتونید گوپرو هیرو 8 رو خریداری بکنید. من یه ویدیو جداگونه آنباکس برای اون دوربین توی پیج دیجیکالا مگ دارم، اگر دوست داشتید میتونید برید اون ویدیو رو هم ببینید، این بهتون دیده بهتری میده. با یه مقدار هزینه با این تر میتونید دوربین اسفیر از برند شیائومی رو خریداری بکنید، یا اگر میخواید زیر 6 میلیون 500 هزار تومان هزینه بکنید، اون موقع گزینه‌ای که دارید دوربین E4K هستش که خب دوربین خیلی خوبیه. روی جعبه این دوربین یه سری اطلاعات نوشته شده که خیلی خلاصه میخوام بهتون بگم چیان. یه سنسور سیماس 1/2.3 اینچی داریم که یه لنز 7 میلیمتری با عدد دیافراگم 2.8 جلوش قرار داده شده، به صورت فیکس طراحی شده، با رزولوشن 4K و سرعت 60 فریم بر ثانیه میتونید تصویربرداری بکنید. رزولوشن عکاسیش 12 مگاپیکسل. اگر دوست داشتید که فول اچ دی تصویربرداری بکنید، با سرعت 240 فریم بر ثانیه میتونید تصویربرداری کنید به صورت اسلو موشن. ماکسیمم عدد ایزوش 3200 و قابلیت HDR رو پشتیبانی میکنه. تا 11 متر زیر آب هم توانایی این دوربینی که مقاومت بکنه بدون استفاده از کیج یا هاوزینگ. بریم برای جعبه گشایی و من بستش رو باز میکنم. جعبه رو باز میکنیم، خود دوربین رو داریم که واقعا طراحی زیبایی داره. برمیگردیم بهش، یک کیس داریم برای اکسسوریا. باز میکنم این جعبه رو. مانت این دوربین رو داریم که مانت گوپرو، یه طراحی هوشمندانه که دیجی‌آی انجام داده، اومده از مانت گوپرو استفاده کرده. بنابراین اگه دوربین قبلیتون گوپرو بود، به راحتی میتونید از اکسسوریایی که قبلا داشتید استفاده بکنید. بعدتر از اون یه کابل رو داریم، کابل USB Type-C به USB معمولی که توی این جعبه قرار داده شده. یه پیچ داریم برای سفت کردن عظمو اکشن روی مانتی که بهتون نشون دادم. یه مانت صاف رو داریم، این مانت فلته و این مانت به صورت خم طراحی شده، هر دوش توی جعبش موجوده. و البته یه باکس داریم که باتری دوربین توی اون قرار داده شده، به همراه یه جایگاه بانمک برای مموری میکرو SD، کمک میکنه که مموریتون گم و گور نشه. عظمو اکشن همراه با یه کیج عرضه شده که خب این خیلی خوبه. مانتش هم که بهتون گفتم گوپرو، اینجا گیره داره که اینجوری باز میشه و دوربین به راحتی ازش خارج میشه. بالای دوربین یه دکمه برای روشن کردن داریم، یه دکمه برای رکورد. سمت چپ یه دکمه داریم که روش نوشته شده QS، مخففه کویک سلکشن. میتونید مودها یا حالت های این دوربین رو به راحتی تغییر بدید، مثلا از عکاسی به روی تایم لپس و برعکس. اگر این دکمه رو نگه دارید، اسکرین رو براتون سویچ میکنه. این دوربین دوتا اسکرین داره. اسکرین جلو برای اینه که اگر از خودتون تصویربرداری میکنید بتونید به راحتی کادر بندی بکنید و خیلی کمک میکنه این موضوع. سمت چپ یه محفظه داریم که پورت تایپ سی و مموری میکرو SD توی اون قرار داره.
پایین دروبین باتری رو داریم که با درش به صورت یک پارچه طراحی شده، خیلی راحت میره سر جاش. فقط نکته که وجود داره اینه که باید محکم فشارش بدین. اینجا این رنگ نارنجی نشون میده که باتری به درستی سر جاش چفت نشده. یه ذره فشار بدید، این صدای کلیکی که میاد نشون میده که باتری دیگه سر جاش محکم و میتونید از دوربین استفاده بکنید. این قسمت یه فیلتر وجود داره که اگر آسیب لنز دوربین وارد بشه به راحتی با باز کردن اون میتونید رو تغییر بدید. توی گوپرو هیرو 8 به صورت فیکس طراحی شده متاسفانه، ولی خب توی این دوربین میشه اون رو عوض کرد. به جای فیلتر معمولی که روی این لنز قرار داده شده میتونید از فیلترهای ND یا نیوترال دنسیتی استفاده بکنید. کار این فیلترها اینه که حجم نور ورودی به دوربین رو کم میکنن و میشه کارهای جالبی با این فیلتر انجام داد. من اینو میبندم سر جاش، بریم برای تست این دوربین و قابلیت‌های اون. همراه من باشید. دوربین روی دسته و میبینید که تصویر به چه ترتیبی راکستدی عمل کرده، خیلی خوبی داره. رزولوشن 4K به سرعت 60 فریم بر ثانیه که اسلو موشنش رو هم دیدید به چه ترتیبی میشه. اینجا یه ویدیوی تایم لپس رو دارید میبینید که با اوزمو اکشن من تصویر برداری کردم. تایم لپس های واقعا زیبایی میشه با این دوربین گرفت. یه مقدار توی شب نویز تصویر زیاد میشه که قابل چشم پوشیه. من اوزمو اکشن رو با گوپرو هیرو 8 جفتش رو ماونت کردم که باهاشون تصویر برداری بکنم و بهشون قدرت مقایسه دست بده، ببینید که کدوم یکی گزینه بهتری برای شما. راکستدی رو میبینید روی اوزمو اکشن وقتی که دارم راه میرم و توی این تصویر ویژگی هایپر اسموس 2 استابلایزیشن مخصوصی که گوپرو برای هشتمین نسخه از دوربین خودش در نظر گرفته و تصویر دو تا دوربین رو کنار هم می‌بینید. به نظرم میرسه که یه مقدار هایپر اسموس 2 عملکرد بهتری نسبت به راکستدی داره توی دی جی اوزمو اکشن، اما هر دو واقعا استابلایزیشن های خیلی خوبی هستند. تصویر توی گوپرو یه مقدار واید تری نکته باید در نظر بگیرید. در حال دویدن هم و می‌بینید که استابلایزیشن توی هر کدوم از این دوربینا چه عملکردی رو داره. تصویر 4K 60 این دوربینا واقعا تصویر خوبیه. یه مقدار داینامیک رنج توی دوربین گوپرو بالاتره و سطح جزئیات به نظر میرسه که توی گوپرو یه مقدار بیشتره و تصویر شارپ تریه. من یک کراپ 100% از هر دو دوربین رو زدم که به وضوح ببینید که نگاه کنید اصلا روی برگ درخت‌ها یا توی اون ساختمون کامل مشخصه که توی گوپرو هیرو 8 یه مقدار جزئیات سطح بالاتری رو داره، اما خیلی آنچنان متفاوت نیستش. قابلیت HDR که توی دوربین اوزمو اکشن قرار داده شده حالت راکستدی آف میشه، اما در عوض داینامیک رنج بالاتری رو خواهید داشت. اسلو موشن رو میبینید، یعنی 240 فریم بر ثانیه، اما در رزولوشن فول HD خیلی تفاوت آنچنانی ندارم. فقط میبینید که یه مقدار مشکل وایت بالانس داره گوپرو هیرو 8 و به زردی میزنه تصویر. کراپ 100% رو میبینید، هر دو خیلی تصویر مشابهی رو میدن. اینجا هم ترانزیشن دوربین از سایه به روشنی رو میبینید که چه عملکردی دارن. باز هم توی این تصویر مشهوده که داینامیک رنج توی دوربین گوپرو هیرو 8 بالاتره. عکاسی کردن با هر دو این دوربین ها خروجی بسیار مشابهی رو دارن. دیستورشن رو میبینید که توی هر کدوم از این دوربین ها به چه صورتی کنترل شده. یه مقدار توی گوپرو هیرو 8 اعوجاج بیشتری داریم، اما یادم باشه که لنز واید تری داره. اوزمو اکشن یه قابلیت دی وارپ داره که وقتی فعالش میکنیم میبینید که تصویر چقدر بهتر میشه و دیستورشن کامل کاهش پیدا میکنه. در کل میتونم بهتون بگم که دوربین اوزمو اکشن دوربین واقعا خوبی و قشنگ تنه به تنه دوربین گوپرو میزنه، چه از بابت کیفیت چه از بابت طراحی. و اگر میخواید توی این رنج قیمتی هزینه بکنید، من خیلی جدی اوزمو اکشن رو بهتون پیشنهاد میکنم. مرسی بابت همراهیتون، نظراتتون، کامنتاتون. اینا کمک میکنن که ویدیوهای با محتوای بهتر رو براتون تولید بکنم و امیدوارم که این روند یه روند ادامه دار باشه. مرسی.